رستوران بناب با تراس مخصوص و پذیرایی با شراب همراه خودتان این برنامه را به شما تقدیم می دارد. عموهام و دوستان، سلام گلایی تو خونه. امروز آوردمتون به یک جا پیش یک شف خوشمزه ساز. اومدیم پیش استاد عزیز، شف مهدی عزیز، از بزرگان کبابزن مونترال و استاد کباب بناب. خوب است این استاد؟ سلام عمروهام، سلام گله تو خونه، محصل نمونه هستیم در خدمت شما. قربان شما، خیلی خوشحالیم که امروز شما رو داریم در برنامه. و اگر برای که دوستان بیشتر با ایشون آشنا بشن، یک در واقع بیوگرافی از شما بگیریم. چند سال تشریف آوردید مونترال؟ من یکی از این قدیمی های مونترال هستم. خب باریکلا، دو سال و نیم اینا هستش. دو سال و نیم؟ آخه باریکلا. بعد با مرداکینا تقریبا گل کوچیک میزنم. خیلی عالی. سلام. در ایران چه کاری انجام میدادید؟ در ایران هم دیگه چشمونه که وا کردیم به جهان گشودیم، دیگه رفتیم تو رستوران و پیش بابا بودیم و توی همین کار کباب و اینا بودیم. کباب و بناب. کباب و بناب از اولش. اقوام هم در ایران تو همین کار هستن. بله، عمو و دایی و اونا همه کباب و بناب دارن. همه کباب و بناب. کجا هست؟ تو تهران هست؟ توی تهران داریم، تو خود بناب داریم. آه و آقا زدیم به دل ماجرا، زدیم به دل بناب. دل بناب. امروز برای ما چی در نظر گرفتید استاد؟ امروز برای شما همراه به گل کباب سنتیه، تند سبزیجات بناب. اوه 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 وی تند تند میخوام. البته یه ترلی هم باید بیاریم دیگه. آره یه ترلی بیاریم، نامشو بکشیم دنبالش. مواد لازمش چیه؟ مواد لازم فلفل دلمه‌ای، فلفل تند، نعنای تازه است، قارچ جعفری تازه است، سبزی معطر خشک و نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه. بح و اینم که اصل عجب رونه همچین تازه ای هم هست و چیز دیگه بررسی. اصل داستان. بح بح بح. اصل داستان همینه. خب گفتم شاید چیز در واقع فایل فشرده گاویه ولی دیدم نگذاشت. نه. بررس. فایل زیپ گاویه ولی نه. آره خیلی عالی. اون وقت به چه ترتیبی شما اینو درست میکنید؟ ما یه ساتور داریم. آها. البته کباب بناب اصلش همینه. اوه اوه. اینو اول بیخست بدون سخون میکنیمش. خب. و با ساتور قیمه قیمش میکنیم. آخ آخ. پس با از قیمه اصلا کباب بناب با ساتور پس ریز میشه. اصلا ساتور. دیدم که کنده های درخت دارن. کنده های درخت دارن. بله بله. بله. عالی. پس میریم برای مرحله اول، درسته؟ بله. بریم ببینیم چه میکنه این بازیکن. بریم. برو بریم. اول رون گوسفندمونو به نوسخون میکنیم که میخوایم با ساتور بیافتیم به جونشو قیمه قیمش کنیم. عاشق صداش هم امو روحا. آره قلش قلش میکنه صداش، با روان آدم بازی میکنه. بازی میکنه، میگه بیا منو بخور. ما را هم بزن بر بدن. اوه 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 تا شوی کرگدن. اینم از شعر ما، نگی که واقعا خودت بلدی شعر بخونی. اینجا هم که وسط یه قده داره، اینم در میاریم که با. اینا رو اول اندازه کافی ریز میکنیم امرو ها. عشان این ریز میشه بعد که بله اندازه کافی بله ریز شد میره برای ساتوری. میره برای ساتوری کردن ما. با با. این هم از این. آکه. بریم سراغ اصل مطلب. اصل مطلب. آه آه آه. آه. Thank you.
رفتیم سراغ پیاز. وای 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 آخ. پیاز هم همون راهم کباب بناب و با پیاز چرخ شده نمیزنم. پیاز رو دستمون خورد میکنیم، خورد به طرف ساتوری رو دست ساتور میکنیم و دوباره میریم سراغ ساتوری کردن گوشت. طعم و مزه گوشت و پیاز با هم تو زیر دندون حس بشه، همون راه همو گوشت. عالی. این از این فلفل تندمون. اینم که قارچ. میریم واسه دوباره ساتوری کردنش. وای 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 وای. از کباب بناب ما که ببینی خوشت بیاد بزنی صفا کنی. کباب بناب تاریخش برمیگرده به 80 سال پیش تقریبا، اون زمانی که ما نبودیم و با بزرگمونم تازه داشت متولد میشد. آقا صمد آشپز باشی توی همین بناب خودمون اولین کباب بناب رو ابداع کرد. کباب بناب فرقش با کبابای دیگه چیه؟ کباب بناب یه بار چرخ میشه کلن و اینکه البته نباید چرخشه، مثل ما ساتوری بشه، ولی ما بعضی جاها که مثلا هستیم رستوران شلوغیم نمیتونیم همشو ساتوری کنیم، در نهایت یک بار چرخش میکنیم اونم نخودی و با ساتور میافتیم تو جونش دیگه، ساتوریش میکنیم. پیازش روی دست خورد میشه و هیچ مواد افزودنی نداره دیگه، همین فلفل و نمک و همین. این هم از کباب بناب ما. گوشتش هم و 100% گوسفندیه. میریم سراغ تزیین روش. امروهام این هم فقط به خاطر شما که عاشق تزییناتی نوکرتم. فلفل قرمز، فلفل زرد، البته نارنجی، در نهایت آخرش سبز. اندازه کباب بناب هم تقریبا وزنش دو برابر این کباب معمولی هست. امروز هم 150 گرم کباب معمولی ها که این میشه 300 الی 320 گرم. پس هر یه سیخش دو سیخه؟ هر یه سیخش دو سیخ هست. حالی آخ چی شد؟ وای 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 وای. میخوام بریم سراغ پختش. بعدم میخوام بریم امروز. برو بریم مرحله پخت. Thank you.
نوبتی هم باشه نوبت مسابقه هفته است. وای وای وای. شف مهدی اونجوری که میدونی 30 ثانیه مهلت داری به این سوال خوشمزه امروهام پاسخ بدی. سوال این هست. نه ترس. ما برای وصل کردن آمدیم. نه. خب. سوال حرفه این هست. نام یک غذا رو بگو که دو بخشه. میگه. بخش دومش به عربی میشه در. و اگر اون اسم غذا رو برعکس کنی یک اسم اصیل ایرانی است. حاضری؟ برو بریم. آخرش میشه در. بخش خورشت. دومش. خورشت چی؟ خورش شبدر. خورش شبدر. آره دیگه خود اختراع. نه آقا جان در به عربی. به عربی چی میشه در؟ چی میشه؟ میشه باب. آه جوجه کباب. جوجه کباب نزدیک شدی. یه جودش رو کیش کن. جوجه شو کیش کن. کباب. کباب. باری کباب. کیش کیش. کباب که باب. باب به عربی میشه در. کباب هم برعکس کنی میشه بابک. به به به. این شف مهدی درست گفتن و گل گفتن. گل گفتی. گل گفتی. گل گفتی آی گل گفتی مثل یه گل گل گفتی جواب عالی دادی خونچه بودی شکفتی خونچه بودی شکفتی خب رسیدیم به بخش تست کردن ماجرا. این قسمت رو من روش خیلی حساسم. خیلی قسمت خوشمزه‌ایه و بریم ببینیم چه کرده این بازیکن. به قول شاعر که میفرماید کباب ناب بنا بزن تو رگ و تخت بخواب گوسفندی و ساتوری عاشقشم بدجوری فلفل ریز ریزم روش هوشم و برده این بوش تند و تیز خوش ادویه بابا میت این عجب سمیه عجب داستانی درست کرده این ترچینم که قشنگ بوش داره میزنه و ترچین حرفه‌ای و بریم ببینیم که چه کرده این بازیکن. بزن ببینیم. قرمز بزنم یا سبز؟ اگه قرمز بود میگفتم که آبی بزن. آره خودم هم آبی دوست دارم ولی دیگه قرمز رو میزنم که ببینیم داستان. اوه 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 سبزیجاتم توش مشهوده. وی خب یه قسمت هم از این ترچین حرفه‌ای استاد بزنیم ببینیم چه کرده این بازیکن. کمربنده رو محکم ببندید. ببندید که وای وای دهن خودم هم آب افتادم اون رو طرف کروناست وگرنه ما چه دیم کردم بذار ما چه هندیت کنم من دست در نکنه اینم ما چه هندی مونم رو اینجا بیاد ما چه هندی هم دارید بعد غذا خب غذا رو خدمتتون عرض کنم کباب بناب یک کمی پیازش محسوس‌تره به نسبت کباب کوبیده و خیلی خوشمزه است زیر دندون یک کمی میاد و تندی بسیار خوبی هم این کباب داره اون فلفلی که توش ریز کردن بسیار عالیه قارچی هم که توش ریز کردن باعث میشه که کباب آب خودش رو از دست نده امروهام هم یه رسیپی همبرگر وحشی داره اونم همینجوری قارچ ریز کرده داره بسیار خوشمزه و عالی یه کار جالبی که میکنن که خیلی کبابی ها اینجا نمیکنن من دیدم نون تافتون هم میذارن زیر کباب کسایی که بیرون بردارن این کارشون خیلی جالبه که یه نونچرب تافتونی از این نونیده ها و اینها نیست اینشو خیلی راضی هم ازشون برنجشون به نظر من در رستوران های ایرانی نزدیکترین برنج به برنج ایرانی این رو من خیلی از این نکتهشون راضی بودم خیلی خوشمزه است مخصوصا تحچینشون این زیتون پرورده چیه داستانش؟ زیتون پرورده امروهامه نه بابا محل آقا نزجدی میجا ببینم با فرمول امروهام مال خود خودته بله عالی پس اینو از روی یوتیوب استاد؟ بله قربان پس چی؟ بله ایشون زیتون پرورده رو با فرمول امروهام نمک پرورده ای البته البته این نمک نداره دوستایی که دوست دارن که زیتون پرورده رو با فرمول امروهام بچشن میتونن تشریف بیارن در کباب بناب دیگه حالشو ببرن دیگه در شهر مونسال استاد دست شما درد نکنه شما صحبتی با گلای توی خونه دارید من فقط این که آرزوی موفقیت خدمتتون. دوستان میتونن بیان کباب بناب بچشن از کباب‌های استاد شف مهدی عزیز. سلامت باشید. اینو هم من بگم برنامه‌های ما در روی اینستاگرام من و اینستاگرام آوا تی وی میتونید ببینید.
در روی سایت ایران پراد میتونید ببینید از همه جای دنیا و در روی یوتیوب هم که هست میتونید قسمت های دیگر هم ببینید و لذت ببرید. پس تو برنامه بعد و هفته بعد مواظب قشنگیاتون باشید. از دور با شف مهدی آی لوف یو تک تکتون رو میبوسیم. خدا حافظ. بای بای بای. عزیز جون اگه با این ویدیو خیلی حال کردی همینجور که این انگشت رو میزنی رو عسل بزن رو سابسکرایب خوشگله، اگه خیلی حال کردی اون لایک هم بزن که دیگه حیرونت میشم. یا علی.